سلام چهارشنبه 29 آبان 98 20 نوامبر 2019 میلادی بازخواهی از اینکه صدای گرفته و سرواخورده ای دارم به مهمترین حوادث ششمین روز اعتراضات میپردازیم در شیراز حکومت نظامی برقرار شده تجمع بیش از پنج نفر رو ممنوع اعلام کردن نیروهای ضد شورش از تهران و سایر شهرها به شیراز بردن در کرمانشاه قسمت های جنوب شهر در اختیار مردم دار قرار داره و قسمت های شمال نیروهای حکومتی و امنیتی هستند در کرج و شهریار از هلیکوپتر گاز اشکاور به مردم پرتاب کردند و روی پل مهرشهر تک تیرانداز مستقر کردند برای کشتن مردم در خوزستان راه سراسری در اندیمشک برای 24 ساعت توسط مردم بسته شد در شوش با اعتراض کارگران هفت تپه شهر تعطیل شد و در دزفول مردم با بستن جاده و از طریق آتش زدن لاستیک با معموران درگیر شدند که معموران به تیراندازی مبادرت کردند در کوت عبدالله و دیگر شهرهای استان خوزستان هم اعتصابات تظاهرات از بین بردن دوربین های ترافیکی و آتش زدن بانک ها گزارش شد دانشگاه های تهران علامه طباطبایی دانشگاه سنندج دانشگاه اصفهان از دانشگاه هایی هستند که اعتراض دانشجویان و دستگیری فعالین دانشجویی در اونها گزارش شده در رشت تجمع و اعتصاب بازاریان گزارش شده و در مریوان مردم جاده ها رو بستند تا نیروهای نظامی نتوانند به شهر وارد بشن موج خشونت و سبوعیت رژیم کماکان ادامه داره در استان خوزستان مجموعا بیش از 450 بازداشت گزارش شده و 58 کشته که بیشترین کشته ها از ماه شهر با 28 نفر گزارش شده در استان های کردستان و کرمانشاه بیش از 90 کشته تاکنون گزارش شده در تهران تنها از بیمارستان تأمین اجتماعی یک کامیون حمل گوشت یخچالدار 36 جنازه رو از بیمارستان خارج کرده و از چهار بیمارستان کرج مجموعا 118 کشته گزارش شده سپاه جنازه ها رو به خانواده ها تحویل نمیده تهدید میکنه که حق اعلان عمومی ندارند و به گفته تلویزیون ایران اینترنشنال چهل میلیون تومان بابت تحویل جنازه هم پول مطالبه میکنه اما در سوی رژیم دعواها و اختلافات ادامه داره در شورای انقلاب فرهنگی آقای رحیمپور از غدی با آقای روحانی به مشاجره لفظی میپردازند و کار به جایی میرسه که آقای روحانی جلسه رو ترک میکنه در دست کم دو پایگاه سپاه تا اونجا که به من خبر رسیده به تعدادی از نیروهای سپاه از دستورات تمرد کردند و گفتند حاضر به کشتن مردم نیستند که اونها رو بازداشت کردند اما در بین همه این نارامی ها شش نفر از هشت فعال محیط زیست که نزدیک به دو سال در زندان هستند مجموعا از شش سال تا ده سال زندان در دادگاه بدبی محکوم شدم قطعی اینترنت که پنجمین روزش هم پشت سر گذاشته شده شرایطی رو ایجاد کرده که دست کم روزانه 60 میلیون دلار خسارت و طی پنج روز بیش از سه هزار میلیارد تومان خسارت گزارش شده بانک ها با مشکل مواجه هستند حتی برای واریز و پرداخت حقوق آخر ماه کارمندان شرکت های هواپیمایی آژانس ها همگی با مشکل مواجهند بیش از دو میلیون شغل که از اینترنت ارتزاق میکنه بیکار شدند و دانشگاه ها استادان و دانشجویان تهدید کردند از شنبه دست به اعتصاب خواهند زد اگر مشکل اینترنت حل نشه و یک عضو اتاق بازرگانی تهران گفته در صادرات هم مشکل پیدا کردیم ارتباطمون با دنیا قطعه و نمیدونیم محموله های ما در کجاست صحبت از این است که دولت معتقد و فشار میاره که شاید از شنبه اینترنت رو باز کنند ولی هنوز هیچ خبری از اون نیست اما در 24 ساعت گذشته اتفاق مهم دیگه حمله اسرائیل به سوریه به مواضع سپاه قدس در این کشوره که رسما دولت سوریه اسرائیل مسئولیت اون رو هم به گرفته و گفته به 20 نقطه در سوریه که نیروهای قدس سپاه مستقر هستند حمله کرده از جمله به دفتر مرکزی نیروی قدس در قلب دمشق و سه ژنرال ارشد فرماندهی نیروی قدس در سوریه کشته شدند جالبه که جمهوری اسلامی حتی خبرش رو هم جرأت نمیکنه منتشر بکنه و چه برسه به اینکه پاسخی بده ناو هواپیما بر آبراهام لینکلن هم به از تنگه هرمز در حال عبور به آرامی است آرامتر از حد معمول با شش ناو جنگی که او رو همراهی میکنن هواپیماهای مستقر روی اون و هلیکوپترها و اینکه آقای سلامی فرمانده کل سپاه تهدید کرده بود که جرأت ندارند وارد خلیج فارس بشن و چنین و چنان میکنیم فعلا که صدا از اونها در نمیاد اما در خصوص اعتصابات و تشکیل کمیته های اعتصابات در نقاط مختلف معمولا روش که در همه جای دنیا هم اعمال میشه این نیست که چند نفر سه نفر تا پنج نفر به صورت نیمه مخفی و مسئولیت به عهده میگیرن اعلامیه های لازم برای دعوت به اعتصاب رو تهیه میکنن در نقاط مناسبی که دیده بشه یا پخش از بلندی پخش بکنن تا همه در جریان قرار بگیرند دعوت به اعتصاب رو اعلام میکنند مثلا از روز شنبه در دانشگاه یا در کارخانه و اضافه بر اون کسانی رو که میشناسن و اعتماد دارن در میان همراهان و همکاران هم جداگانه باهاشون در میان میگذارند تا اونها هم به دیگران بگویند و اعتصاب رو به این ترتیب مطمئن باشند که همه در جریان هستند و مثلا سر کلاس نخواهند رفت و یا در کارخانه دست از کار خواهند کشید و یا اساسا به سر کار نخواهند آمد در ادارات در بازار در نقاط دیگه کمیته های نیمه مخفی نیمه علنی اعتصابات شکل میگیره و معمولا هم در روز اعتصاب تعداد افرادی که در جریان قرار گرفتند فعالانه برخورد می کنند با تردد به صورت خصوصی یا علنی به دیگران میگویند که امروز قرار است اعتصاب باشه و دست از کار کشیدن یا دست از کلاس و کارخانه کشیدن یا مغازه رو تعطیل کردن در دستور قرار داره در این خصوص و اینکه با انجام این کار چه کارهای تبلیغی باید انجام بشه روزهای بعد هم باز صحبت خواهیم کرد به امید پیروزی ایران و ایرانی